هنوز هم دسترسی به اطلاعات در کشور با دشواری‌های روبروست. دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان با نشر گزارش تازه می‌گوید که سال روان میلادی بدترین سال در زمینه دسترسی به اطلاعات در کشور بوده است. با این هدف از روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات طی همایش در کابل بزرگداشت شد. رئیس اجرایی حکومت با تاکید بر حمایت از آزادی بیان و رسانه‌ها دسترسی به اطلاعات را حق مردم می‌داند. پس اگر از روز جهانی آزادی به دسترسی اطلاعات صحبت می‌کنیم، برای ما شما نباید چیز نو باشه. در برابرش چشم کور کردن بوده، زبان بریدن بوده، دست بریدن بوده و همین ها. این را هم قبول کنیم که به در جای بهتر قرار داریم. رئیس اجرای حکومت همچنان میگوید که بدون ارج گذاشتن به آزادی بیان مردم به توصیه دست نخواهند یافت. وی تاکید میکند که هیچ کس حق ندارد فراتر از قانون عمل کند. امروز هر کسی در هر مقامی که است، هر حرفش، هر کلمهش، هر عملش میتونه که مورد بازخواست مردم قرار بگیره و حق دسترسی به اطلاعات اینه میره بر مردم افغانستان در مطابقت با قانون داده. و زمان گذشته که به چشم مردم خاک پاشیده شوه. در همین حال فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که بدون دسترسی مردم به اطلاعات رسیدن به صلح و مبارزه با فساد در افغانستان دشوار خواهد بود. دسترسی به اطلاعات برای رسیدن به صلح و مبارزه با فساد در افغانستان مهم است. دسترسی به اطلاعات زمینه را برای شفافیت بهتر در پیشبرد امور حکومتداری خوب مساعد می کند. از سوی هم فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان تاکید می کند که دسترسی مردم به اطلاعات سنگ تهداب دموکراسی است و حکومت باید در راستای اطلاع رسانی برای مردم همکاری کند. Much work needs to be done. دسترسی به اطلاعات سنگ تهداب دموکراسی است. باید حکومت افغانستان به طور شفاف اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد. دسترسی به اطلاعات کمک می کند که افغانستان به سمت توسعه مسیر بزند. این در حالی است که رئیس جمهور غنی قانون حق دسترسی به اطلاعات را در 6 فصل و 34 ماده 2 سال پیش توشیح کرده است. هنوز هم شماره از فعالان رسانه‌ای از تطبیق نشدن این قانون در کشور انتقاد می‌کنند. دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که در 6 ماه نخست سال روان میلادی 33% خشونت در برابر خبرنگاران افزایش یافته است.